به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت داوطلبین گرامی آزمون رزیدنتی. بنده فاطمه عابدی هستم، رزیدنت ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی تهران، پذیرفته شده سال 1400. رتبه بنده تو رشته ارتو 5 و تو رشته های دیگه 4، 5 و یا 6 بود. تراز بنده در رشته ارتو 8.691 و در دیگر درس هم در بازه بین 79 تا 80 خورده ای بود. در مورد نحوه مطالعه بنده با برنامه پکیج پارسه شروع کردم و البته بسته به سبک مطالعه خودم برنامه رو تو همون بازه زمان بندی که ارائه می شد عوض می کردم، اما به زمان بندی برنامه‌ای که بهمون داده می شد پایبند بودم و به نظرم این پایبندی به زمان بندی باعث آرامش بیشتری توی مسیر مطالعه می شه. از حدود 1.5 سال مونده به آزمون مطالعه رو شروع کردم و به نظرم 1 الی 1.5 سال زمان برای موفقیت تو این آزمون کافی هستش. در دور اول با توجه به این که دانشجو و استریت بودم و سال اولی بود که امتحان می دادم و کارهای دانشگاه پایان نامه رو هم باید جلو می بردم، روزانه ساعت مطالعه‌ای در حد 3 الی 5 ساعت داشتم. اما از دور دوم ساعت مطالعه هم افزایش یافت و در دور سوم و چهارم به حد اکثری که میتونستم رسوندم. از دور دوم شروع به تست زدن کردم و سعی کردم حتما تستای دستیاری رو برسونم، ولی تستای تعلیفی موجود توی اپلیکیشن مطالعه هدفمند رو هم کار کرده بودم و به نظرم میشه که زودترم تست کار کردن رو شروع کرد. من مهمترین عامل موفقیت خودم و مداومت توی خوندن علارغم پستی بلندی هایی که مسیر داره و تسلیم نشدن در برابر مشکلات موجود میدونم. بنده توی این مسیر به دفعات خیلی زیادی احساس خستگی کردم و واقعا احساس میکردم که دیگه نمیتونم ادامه بدم و سعی کردم این احساس خستگی رو بپذیرم و حتی شده آهستم به خوندن ادامه بدم. برای درس زبان با پکیج پارسه پیش رفتم و سطح زبان نسبتاً خوبی داشتم و سعی می کردم روی نکته ضعفم که وکب بود تمرین بیشتری داشته باشم. سر جلسه بعد از شروع با دیدن سطح سوالات استرس زیادی گرفتم، ولی چون می دونستم تلاشم رو کردم و شرایط برای همه یکسان هست، سعی کردم هر چیزی رو که بلدم پیاده بکنم و متمرکز بشم. دو رشته‌ای که به مرور زمان متوجه شدم که بهشون علاقه دارم ارتو و ترمیمی بودن که البته قبولی توی رشته ارتو به نظرم سخت می اومد، ولی تلاشم رو کردم که خدا رو شکر نتیجه داد. آزمون‌های آزمایشی از این نظر که میتونن نشون بدن که چه مباحثی رو باید بیشتر کار بکنیم و بیشتر روشون متمرکز بشیم خیلی خوب هستن و یه دید کلی نسبت به آزمون اصلی ایجاد می‌کنن که باعث آمادگی بیشتری میشه. توصیه من به داوطلبین این هست که بدونن سختی‌های این مسیر برای همه شرکت کنندگان به نحوی وجود داره و اونایی موفق میشن که مسیر رو با سختی‌هاش بپذیرن و ادامه بدن و مخصوصاً نهایت تلاش خودشون رو توی ماهای آخر که خیلی تعیین کننده هستن بکنن. در انتها جا داره که از خانواده عزیزم به خصوص مادرم که حامی بنده بودن تا بتونم این مسیر رو طی کنم نهایت تشکر رو داشته باشم و از خدمات مؤسسه پارسه و برنامه ریزیشون که باعث هدفمند جلو رفتن تو مسیر رزیدنتی میشه و از زحمات کلیه اعضای تیم پارسه بسیار سپاسگزارم. و آرزوی موفقیت و رسیدن به نتیجه دلخواه برای کلیه داوطلبین گرامی در این آزمون رو دارم.